برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رسانه های ترکیه عصر روز گذشته یکشنبه از وقوع انفجار مهیبی در خیابان استقلال در مرکز استانبول خبر دادند که موجب کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 81 نفر دیگر گردید. حال دو تن از زخمی ها وخیم اعلام شد. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه شامگاه یکشنبه گفت که یک زن عامل انتحاری انفجار استانبول بوده و تأکید کرد که انفجار در میدان تقسیم یک عملیات تروریستی بوده است. آستان مقدس عباسی ششمین کنفرانس علمی پژوهشی بین المللی خود را با عنوان مقابله با رسانه‌های معاند با حضور پژوهشگرانی از کشورهای مختلف جهان برگزار کرد. این کنفرانس علمی بین المللی با عنوان میادین معرفتی مقابله با رسانه‌های معاند، پیشگیری و چالش‌ها با همکاری دانشگاه‌های الکفیل و العمید با مشارکت شرکت کنندگانی از کشورهای کانادا، سوئد، هند، سودان، مراکش، لبنان و سوریه طی روزهای 19 و 20 آبان در تالار امام حسن مجتبی علیه السلام حرم مطهر عباسی برگزار شد. دانشکده معماری دانشگاه کویت از برگزاری سومین دوره کنفرانس جهانی معماری مساجد با شعار مسجد بنایی بین فرهنگی خبر داد. گروهی از معماران و پژوهشگران متخصص در زمینه معماری و هنر مساجد از تمامی کشورهای جهان از 23 تا 25 آبان در مرکز فرهنگی شیخ جابر آل احمد در کویت گرد هم می آیند تا هم به تجربه تاریخی و پیشینه هنری مساجد بپردازند و هم مسجد در زمان معاصر و معماری آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار دهند. محمد فواز نماینده پارلمان سوریه طی اظهاراتی گفت اردوگاه الهول نه تنها امنیت سوریه بلکه امنیت کل منطقه را تهدید می کند. گفتنی صدها تن از خانواده های سنی های تندروی داعش در اردوگاه الهول در خاک سوریه اما زیر نظر نیروهای آمریکایی سکونت دارند.